بودی گلی تو چه نازی دل نشینی آهنگ و سازی گلی گلی تو چه خوشگلی تو نه آسون نه مشکلی گلی 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 تو چه نازی دل نشینی آهنگ و سازی گلی گلی تو یه دنیا رازی تو خوشگلا تو یه کتازی گلی بر سر راهم عبور کن دل منو پر از غرور کن برقی تازه افسان به دفتر خاطراتم گلی بر سر راهم عبور کن دل منو پر از غرور کن قدمی تازه بردار که من خاک زیر بادم. بله، برگشتیم در برنامه از یاد سعید عزیز، سعید ربی، بنیانگذار تلویزیون فارسی زبان در اسرائیل، که از اولین کسانی بود که به صورت رادیویی شروع کرد به کار کردن، زمانی که اینترنت نبود، زمانی که امکانات مثل امروز نبود. و این شخص با اینکه روی صندلی چرخدار می نشست و از نظر بدنی معلولیت داشت، از هر انسان سالمی قوی تر بود، هرگز شکست رو نپذیرفت. با اینکه خیلی نامردمی ها دید، خیلی بیرحمی ها دید، اما مردی بود که به همه کمک میکرد. من همین دو روز پیش یه آقای به من زنگ زد که گفت سعید جون تلفنش رو پاسخ نمیده، من هرچی زنگ زدم نتونستم، و نمیدانست که این عزیز یا رفته. وقتی بهش گفتم خیلی حالش بد شد و گفت که این شخص به ما خیلی کمک میکرده. فرد خیری بود، فردی بود که همه دوستش داشتن و امیدوارم که یادش تا ابد جاودان بمونه در قلب‌های ما و هرگز فراموش نشه. شخصی که هیچ ادعایی نداشت، این برای من خیلی با ارزش بود. هیچ وقت ادعا نداشت، هیچ وقت خودش رو نمیخواست مطرح کنه، همیشه خاکی بود، همیشه با انسان‌ها، با ایرانی‌ها در حال بگو بخند بود، زندگی رو جدی نمیگرفت و میشد ازش خیلی چیزا یاد گرفت. من که خیلی ازش یاد گرفتم و امیدوارم که باز هم باشند انسان‌هایی مثل سعید که خیلی تعداد انگشت شماری شاید در این دنیا بتونیم مثل این شخص رو پیدا کنیم. و نمونه ای از ایثار و فداکاری بود، از خودش میگذشت به خاطر دیگرون. نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم. رفتنش بر ما خیلی سخته، خیلی 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 گرون تموم شد برامون و انتظارش رو نداشتیم، بی وقت رفت. کامران جان، میدونم که خیلی برات سخته، میدونم که هنوز عادت نکردی روز یک شنبه مراسم سیوم این عزیز از دست رفته برگزار خواهد شد. همین یک شنبه سی ایشون هست که هرگز نمیتونیم خوبی هاشو فراموش کنیم، خنده هاشو فراموش کنیم. حتی در سخت‌ترین شرایط میخندید، شوخی میکرد و نمونه یک انسان کامل بود عقیده من. بله، واقعا روح شاد سعید. همینطور که خودت گفتی پریسا جان، یک شنبه سیهشه و ما همیشه به یاد سعید خواهیم بود. همیشه باید بدونیم که هر کسی که اینجا در این رسانه ها داره فعالیت میکنه در اسرائیل، هر کی موفق شد، هر کسی که به جایی رسید، هیچ وقت نباید یادش بره که از زیر دست سعید جون بود. که البته خب ببین، هر کسی یه حسن خودشو داره، نه اینکه سعید یک بیس بود، سعید یک تکیه بود. استعدادها کنار سعید شکوفا شد در اسرائیل. 100%. و همیشه ما گفتیم که یک اسم خوب میمونه اینجا، پس سعی کنیم که خوب باشیم، سعی کنیم که نیایم کسی رو بکوبیم، مثل کسانی که اومدن سعی کردن که ما رو بکوبن، کسای دیگه رو بکوبن، فقط به خاطر اینکه نشون بدن که ما مطرحیم. حالا این همه سال رو دارم فعالیت میکنم، به جایی که پله پله برم بالا، به جایی که دستای کسایی که لازم دارم بیان بکشم. ما همیشه از طریق این رسانه گفتیم در این
استودیو برای همه بازه، هر کسی که میتونه، هر کسی هنر داره، هر کی میتونه صحبت کنه، هر کسی که میتونه اطلاعات بده، هر کسی که میتونه فرهنگ ایرانو ببره بالا، در این استودیو بازه. نه اینکه باهم بگیم فقط ما هستیم، نه، شما عزیزان خیلی فهمیده هستین، خیلی با شعور هستین، میتونین برین تمام رسانه‌ها رو ببینین، تمام برنامه‌ها رو نگاه کنین و خودتون قضاوت میکنین. هر یکی از که کامران رو دوست داره، یکی از پریسا رو دوست داره، یکی از سعید رو دوست داره، یکی از کسی دیگه رو دوست داره. و اینه که باید سعی کنیم که، نمیگم دست به دست هم بدیم، برای اینکه هیچ وقت نمیتونیم، متاسفانه پریسا جان این امکانش نیست. بله، چون اگه بود الان خیلی وقت پیش نه خب ببین کامران جان، نمیشه دست به دست هم داد، چون خیلی اعتقاداتشون با هم فرق داره. نه خیلی هم میشه داد، خیلی هم میشه داد. شما از خودگذشتگی لازم داری که خیلی حاضر نیستن اینا از خودگذشتگی رو انجام بدن. اگه بیای و به زور هم جامعه ایرانیان رو متقاعد کنی که آقا بیاییم با هم دیگه دوست باشیم، اتحاد داشته باشیم فلان، ولی مگر نداشتیم؟ ما داشتیم، اونها نخواستن. یعنی ببین کامران جان، این دوستی باید خالص باشه، این دوستی باید از ته دل باشه. نیست ایرانی ها متاسفانه، نه اینکه من بیام اینجا بگم من با کامران دوستم، کامران رو دوست دارم. کامران جان تو عجب خواننده‌ای هستی و چقدر عزیزی، و بعد از اون وقت برم مثلا پشت سرت با چهار نفر دیگه صحبت کنم بگم بابا این کامران رو وللش. آقا نباید این چیزا تو ما ایرانی ها باشه، باید تا هستیم قدر همو بدونیم. وقتی یه نفر رفت، ببینید چقدر همه ما رو غمگین کرد، چقدر همه ما رو غمزده کرد. باور کن من هرگز تصورشو نمی‌کردم که این شخص بخواد به این زودی این جهان رو ترک کنه. اینقدر امیدوار بود، اینقدر امید داشت، اینقدر دوست داشت که همه چیز رو از نو بسازه. هزار بار تعطیل کرد، هزار بار از نو ساخت، سرد نمی‌شد. هر بار که به یه در بسته برخورد می‌کرد، دوباره می‌دیدی یکی دو ماه بعدش نظرش تغییر کرد و یک در دیگر رو پیدا کرد. این یعنی نمونه ای از یک انسانی که میدونه دنیا چجوری باید باهاش کنار بیاد، چطور باید با دنیا کنار بیاد، و خیلی چیزا رو میشه از سعید یاد گرفت که مشکلات نباید آخرین ایستگاه ما باشه، باید دوباره شروع کنیم. اگه امروز موانعی ایجاد شد، اگه امروز مشکلاتی پیش اومد که من پریسا نتونستم بیام و کارم رو پیش ببرم، نتونستم این تلویزیون رو نگه دارم، دنیا تموم نشده، شاید در یک موقعیت دیگه این کار رو انجام بدم. و این سعید بود، این سعید بود که اصلا کم نمی آورد به قول معروف، و با همه مشکلات کنار می اومد و مشکلات نمیتونست این شخص رو از پا در بیاره. بنابراین بر من خیلی رفتنش نابهنگام بود. من فکر میکردم این شخص حداقل 30 سال دیگه عمر کنه با این ایمانی که داشت، با این قدرت و همه وجودش سراسر انرژی بود و دوست داشت که کمک کنه. هیچ وقت به هیچ که نمیگفت نه. پریسا جان، من همیشه میدونستم که هنرمندا، کسانی که لازم، خود من تازه اومده بودم اسرائیل، خب مشکلات داشتم، هنوز حساب کتابم درست نبود، برنامه بود، گفتم سعید جان من هنوز حساب کتابم درست نیست. بیا گفت نه هیچ مسئله نیست، من میام بهت حساب میدم از اسم خودم. و هیچ وقت نمیگفت نه، امکان نداشت که به کسی بگه نه. بریم یکی از مصاحبه هایی که با سعید جون من داشتم، یه مقدار کوچیکشو بذاریم که چقدر کمک میکرد به جامعه و همچنین برنامه هایی که میذاشتن همه سعی میکرد که برای ایرونی ها باشه. پریسا جان، تمام برنامه های گردش های دست جمعی، کنسرت ها، همش سعی میکرد که فرهنگ ایرونی توش باشه. درود بر شما کامران جون. بله عزیزم. عزیزم صداتون قطعه، یک روبه صداتون قطعه. صدای چی قطعه؟ هم شما هم پریسا خانم. ایراد از گیرنده شماست عزیزم. از چه طریقی دارم میبینم شما را؟ هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه. از چه طریقی داری میبینی؟ واتساپ دیگه؟ نه از سایت دارم. از سایت داری میبینی؟
آره. من چک میکنم. پریسا جان شما صحبت کنین. خاموش کن باز دوباره روشن کن. در اسرائیل میگن که یه ضرب المثلی دارن، میگن طرف زیادی خوبه. یعنی یه جاهایی میگی که زیادی خوب بودن هم خوب نیست. اینکه آدم همیشه خودش بگذره و به دیگرون بده، همیشه باید گذشت کنی که به یکی نتونی بگی نه. صدا خوبه بهرام جان، من فکر میکنم که شما اشکال از تلفن خودتون هست و بله، و این یه واقعیته. وقت شما به کسی نمیتونی نبگی، مجبوری از خودت کوتاه بیای، از خودت بگذری، از زندگی خودت بگذری که بخوای به همه رو راضی نگه داری. و سعید یه همچون خصوصیات اخلاقی داشت و به کسی نه نمیگفت، هرچند که برای سخت بود، هرچند که مشکل داشت. و خیلی وقتا ما بهش میگفتیم خب چرا نمیگی نه؟ میتونستی بهش بگی نه یاد، میتونستی بگی نمیتونم، میتونستی بگی نمیخوام. گفت نه، من نمیخوام که طرف از دستم دلخور شه، نمیخوام ناراحت بشه، و هر جوری بود مشکل همه رو حل میکرد. یه دایی سرا بود. یعنی در واقع ما ایرانی ها میگیم دایی سرا. وقتی همه مشکل دارن میرن پیش یه بزرگ فامیل، که معمولا دایی ها در خانواده این نقش رو به عهده میگرفتن که مشکل رو حل کنن. سعید همون دایی سرا بود. اتفاقا من چند تا ویدیو ازش دارم که گفتم بعد از 30 حتما میخوام هفته دیگه میذاریم که ببینین چقدر این شخص زحمت میکشید. با زنده یاد فرامرز عزیز و همچنین کوبی عزیز دانمارک. کوبی دانمارک خیلی اینجا به سعید کمک کرد که بتونن، قانونی نبود، حالا با ماشینش ببینیم چجوری میره این ورا اون ورا. خیلی خیلی سختی کشید سعید جون. خب پریسا جون بریم یک قطعه مصاحبه‌ای که من با سعید جون داشتم راجع به گردش دست جمعی، که حتما من این آقای یودا تریکی که یکی از کسانی است که اینجا برنامه گذار گردش ها بود، که همش با سعید کار میکرد، سالهای سال با سعید بود و ایشون هم خیلی ناراحت شد که سعید از بین ما رفت. پریسا جان خیلی سعید رو دوست داشت، من خودم شخصا میدونم خیلی احترام به سعید میذاشت، من باش صحبت کردم، حتما هفته دیگه میاریمشون روی خط باشون صحبت میکنیم که یک خاطراتی از سعید جون تعریف کنم. در برنامه اصل تیوی با دوست خوبم آقای سعید عزیز. سعید جان امیدوارم که خوب هستی، خوشحالم که با هم هستیم بار دیگه در برنامه اصل تیوی. همینطور که میدونین دوستان، در کانال 98 و در کانال یست برنامه های ما از ساعت یک شنبه از ساعت 10 شب، سه شنبه از ساعت 6 نیم بعد از ظهر و پنج شنبه از 11 صبح پخش میشه و امیدوارم که بتونیم برنامه بهتری رو براتون ارائه بدیم. میدونی که همیشه خب وقتی که یک کار جدید، یک کانال تازه باز میشه اشکالات هست و امیدوارم که به زودی بتونیم براتون برنامه خوبی رو ارائه بدیم. سعید جان شب بخیر، صبح بخیر شب بخیر. منم خوشحالم که دوباره با هم هستیم کامران جون. یه برنامه قشنگ برای اصل تیوی داریم حاضر آماده بکنیم اینجا، و چون که این آخر سال هم هستیم، خیلی جشن تو رو هست و از برنامه اولی که اگه شروع کنیم، پارسیاده داریم در تاریخ 18-12 در ایلات با هنرمندای خوب، آقای فرزین آتیش، کامران خودت عزیز عزیزمون و ایمان عزیز، آبی کوهن و خانمش، و شهرام شهروز هم ایلات قوقا میشه. بله، دیجه برنامه هنری مرجه برنامه شهرام شهروز عزیزه. 18-12 هنوز وقت دارین جا رزرو کنین در ایلات. درسته، اتفاقا سعی جا من برنامه قبل که از طریق اصل تیوی پخش میشد، حمایت از آقای یودا تریکی بود که واقعا ازشون تشکر میکنیم، که واقعا همیشه پشتیبان رادیو اصل هستن، پشتیبان شما هستن، و همینطور که میدونین یودا تریکی برنامهاش بسیار خوب، تمام گردش هایی که میذاره واقعا منظم، و امیدوارم که در ایلات هم دوستان بهشون خوش بگذره. و همینطور که سعید جون گفت، هنرمندان بسیار خوبی اونجا هستن، سه شب و چهار
بله این بود روزهایی که با سعید جون بودیم. من فکر کنم یه 4-5 سالی میشه. سعید خیلی زحمت کشید، من خیلی سعی کردم با هم، نه به خاطر اینکه بخوام از خودم تعریف کنم، واقعا از جون و دل میدونستم که دوست داره. یعنی همه شوق و ذوقش این بود که میگم هر کاری باید بشه میکنیم که بریم جلو، بریم جلو. کامی همش میگم اینو بکن اونو بکن، خیلی دلش میخواست که این رسانه عسل تیوی که رادیو عسل بود، رادیو بود، سالهای سال رادیو بود. و وقتی که من اومدم بهش گفتم سعید جون بیا اینو تبدیلش کنیم به ویدیو، این همه سال داری رادیو میگی مردم باید ببینن، مردم تو رو باید ببینن، این همه زحمت کشیدی، باید تلاش کنیم که تلویزیون درست کنیم. حالا وقت زیاد نداریم، حتما راجبش صحبت میکنیم. همینطور که اول مصاحبه من با سعید جون صحبت کردم، سالهای سال بود که تلویزیون یک رسانه اسرائیلی هست در کانال 98 پریسا جون، که فقط یه دونه رسانه بود که مال یک آقای عزیز متاهی بود که ایشون هم زحمت میکشن، ایشون فقط اون تلویزیون در این کانال بود. و به سعید گفتم چرا که خودت نری اونجا، چرا اونجا این همه سال تو داری زحمت میکشی، چرا نباید تو کانال 98 نباشی؟ گفت من نمیدونم که چی کار کنم. گفتم من دنبالت میدونم، از اینجا هم من درود میفرستم و تشکر میکنم از دو نفر که کمک کردن، راه درست رو به من گذاشتن که بتونم برم کانال 98 و سعید جون اونجا مطرح کنم، خانم زری و آقای عزیز دیگه که اسمشون رو یادم نمیاد، اصفهانی هستن. ازشون ممنونم که اینا راه برای من گذاشتن و من رفتم با سعید جون رفتیم تلاش کردیم و خدا رو شکر کانال 98 رو زدیم تا الان که هست و همیشه تا ابد اسم سعید رو این کانال خواهد بود. هفته 3 دفعه ما در این کانال برنامه داریم، البته اسرائیل پارس تیوی دیگه رادیو عسلی وجود نداره، یعنی عسل تیوی هست، ما دیگه نیستیم با این رسانه. و همیشه یادش هستیم و خوشحالم که تونستم دلش رو شاد کنم. و اینم لوگوی عسل تیوی، لوگوی اسرائیل پارس تیوی با سعید جون روی این کانال 98 هست. بله همینطور که میدونین میبینین نوشته اسرائیل پارس تیوی، ولی سعید همیشه با ما هست، حالا فرقی نمیکنه اسرائیل پارس تیوی باشه، کانال دیگه باشه، چیز دیگه باشه، مهم اینه که بنیانگذار این برنامه های رسانه های رادیو تلویزیون که در اسرائیل آقا سعیده، یادمون نره. صد درصد کامران جان، مرسی از تو نازنین که این وقت رو به من دادی که در این برنامه شرکت کنم و امیدوارم تا ابد راهش ادامه پیدا کنه، فرهنگ ایرانی در اسرائیل زنده نگه داشته بشه و ما بتونیم راه سعید رو ادامه بدیم و امیدوارم کسانی هم باشن که بعد از ماها بتونن راه ما رو ادامه بدن. اگه قرار باشه که ایرانی ها در اسرائیل زندگی کنند، باید اسرائیل همونطور که یهودیان روسی رو در خودش جای داده، همونطور که از کشورهای مختلف مثل اتیوپی، مثل تایلند، مثل از همه جای دنیا اومدن اسرائیل و فرهنگ خودشون نگه داشتن، ما هم بتونیم که نگهدارنده فرهنگ ایرانی باشیم. خب دوستان عزیزم، باهاتون بدرود میگم تا روز یکشنبه رأس ساعت 5 بعد از ظهر به وقت اسرائیل. امیدوارم با خبرهای خوب برسم خدمتتون. خداحافظی میکنم، تا ابد جاوید شاه و پاینده باشید. پریسا جان ممنون، خسته نباشی. عزیزان ممنون که تا این ساعت با ما بودین، امیدوارم که بهتون خوش گذشت، شبات خوبی رو براتون آرزو دارم. تا چل We'll be right back.
نشینی آهنگ و سازی گلی گلی تو چه خوشگلی تو نه آسون نه مشکلی گلی 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 تو چه نازی دل نشینی آهنگ و سازی گلی گلی تو یه دنیا رازی تو خوشگلا تو یه کتازی گلی بر سر راهم عبور کن دل منو پر از غرور کن برقی تازه افسان به دفتر خاطراتم گلی بر سر راهم عبور کن دل منو پر از غرور کن قدمی تازه بردار که من خاک زیر باوتم